اتحادیه کاریکاتوریست های ترکیه برگزار کننده بزرگترین جشنواره جهانی کاریکاتور در جهان معروف به نصرالدین حجا هستند جشنواره که امسال آثار 920 هنرمند از 60 کشور جهان در آن به نمایش درآمد اهداف برگزار کنندگان این جشنواره بر اساس ویژگی محتوای انتقادی کاریکاتور دفاع از آزادی و حقوق مدنی شهروندان است شماری از کاریکاتوریست های ایرانی نیز در این جشنواره حضور داشتند که آثار داتیس گلمکانی رضا مختار جوزانی و الناز باهنر شایسته دریافت جوایزی از این جشنواره شدند اما هیئت داوران جایزه بزرگ 5000 دلاری جشنواره را به کامبیز درنبخش هنرمند ایرانی اهدا کرد که با این اثر در جشنواره شرکت کرده بود کامبیز درنبخش تا کنون برنده جایزه های اول شماری از بزرگترین مسابقات بینالمللی کاریکاتور ژاپن آلمان ایتالیا سوئیس برزیل و بلژیک شده است و شماری از آثارش در چندین موزه از جمله موزه هنرهای معاصر تهران موزه آونیون پاریس و بازل سوئیس نگهداری می‌شوند. کامبیز در تا تاکنون بیش از 32 نمایشگاه انفرادی در ایران و دیگر کشورها برگزار کرده و در سی نمایشگاه جمعی جهانی نیز شرکت داشته است. چندین کتاب از جمله کتاب بدون شهر، دفتر خاطرات فرشته ها، کتاب کامبیز، المپیک خنده و تنزندیشان امروز ایران را منتشر کرده است. او که از شهرتی جهانی برخوردار است با انتقاد از سانسور دولتی در ایران علیه مطبوعات و کاریکاتور گفت با اینکه خواستگاه اولیه کاریکاتور مطبوعات است اما امروز به واسطه مشکلات عدیدی که بر سر راه این هم وجود دارد رشد کاریکاتور در مطبوعات متوقف شده است بهمن سقایی صدای آمریکا